مارکوپولو چه کسی بود؟ نویسنده جان هلوب مارکو در راه چین چیزهایی را دید که به نظر او بسیار عجیب به نظر می رسید. او در مورد آنها در یاد خود نوشت. از آنجا که بازرگان بود توجه ویژهی به محصولات هر منطقه می کرد. وی همچنین به خطرات و اینکه آیا غذا و آب به راحتی یافت می شوند اشاره می کرد. شاید او فکر می کرد این اطلاعات به بازرگانانی که پس از او به آسیا سفر خواهند کرد کمک می کند. یکی از اولین و مشهورترین مکانهای دیدنی از نظر وی کوه آرارات در ترکیه فعلی بود. طبق کتاب مقدس این مکان جایی بود که کشتی نو پس از تقیان بزرگ روی آن فرود آمد. برف عمیق در تمام طول سال دامنه کوه را پوشانده بود. بنابراین مارکو فایده ای نداشت که از آن بالا برود و سعی در پیدا کردن کشتی نوح کند. در نزدیکی دریای خزر مارکو برای اولین بار چاهای نفت طبیعی را دید. نوعی روغن بود که امروزه برای ساخت بنزین استفاده میشد. در اروپا در آن زمان مردم آتش، شم، یا روغنهای ساخته شده از حیوانات یا سبزیجات را برای روشنایی می سوزندند. مارکو از دیدن این مایه که از زمین بیرون می آمد متعجب شد. او آن را چشمه روغنی نامید. مارکو در پارس که اکنون ایران نامیده می شود سه مقبره معروف دید. گفته می شد که آنها مقبره سه مرد عاقلی هستند که برای دیدن کودک عیسی آمده بودند. مارکو نوشت که این سه انسان خردمند در سه بنای بزرگ و زیبا کنار هم دفن شده بودند. برنامه آنها در طول سفر طولانی مدام تغییر می کرد. پلوها در ایران مورد حمله راهزنان قرار گرفتند، اما آنها موفق به فرار شدند. آنها برای جلوگیری از برخورد بیشتر با راهزنان تصمیم گرفتند که به جنوب به سمت اقیانوس هند بروند شاید سفر دریایی تر باشد آنها به دنبال کشتی خوب در شهر هرمز در امتداد خلیج فارس بودند این شهر یک مرکز تجاری عالی بود که بازرگانان از هند برای فروش ادویه مروارید ابریشم و آج به آن می‌آمدند. مارکو گفت که در این شهر گاهی اوقات بادی میوزید که آنقدر گرم بود که باعث کشته شدن خیلی از مردم میشد مردم هرمز وقتی صدای وزش این باد را میشنیدند به نزدیکترین جریان رودخانه می پریدند تا باد بگذرد. متاسفانه کشتی های هرمز ضعیف ساخته شده بودند. چوبهای آنها را به جای میخ با تنابی که از بوسته نارگیل ساخته شده بود به هم چسبانده بودند. پله ها تصمیم گرفتند که سفر زمینی برای آنها ایمنتر است. پلوها به عقب برگشتند و به سمت شمال به سمت سرزمینی که اکنون افغانستان است حرکت کردند. در آنجا آنها یک معدن یاقوت افسانه‌ای مشاهده کردند. آنها قوچهایی وحشی با شاخهایی بلند به طول پنج اینچ را دیدند. بعدن این گوسفندان اویز پولی نام گرفتند که به معنی گوسفند پله هاست. در این زمان مارکو مدتی بیمار شد. وی افسانه ای شنید که می گفت تنفس هوای تازه در کوههای افغانستان هر بیماری را درمان می کند. بعد از استراحت در آن کوهها حال او خوب شد و حرکت کردند. مناظر جالب دیگری نیز در افغانستان وجود داشت. مارکو در شهر بلخ نوشت باید مراقب شیرها بود. او در شبرقان بهترین خربوزه های جهان را پیدا کرد. کوههای تالیکان از نمک ساخته شده بودند. بسیار سخت بود که فقط با تکه های آهن قابل شکستن بود. مارکو فکر کرد آنقدر نمک کافی در آنجا وجود دارد تا تمام دنیا را تا آخر زمان تأمین کند. آن زمان نمک ارزش زیادی داشت بنابراین تحت تاثیر قرار گرفت پلوها هنگام رسیدن به شهر لب پنج هزار مایل را طی کرده بودند اما قبل از رسیدن به کاخ کوبلای خان آنها مجبور بودند از صحرای خطرناک گوبی عبور کنند این صحرا پانصد هزار مایل مربع در شمال چین و جنوب مقلستان را پوشش می‌دهد. این صحرا دارای کوههای شنی به نام تپه های شنی است که تا 1250 فوت ارتفاع می گیرند. این به بلندایی ساختمان امپایر استیت در نیویورک منهای آنتن آن است. در لوب پلوها غذا و آب زیادی خریداری کردند. آنها شطورهایی را استخدام کردند که کشتیهای صحرا نامیده میشدند. در صورت لزوم یک شطور میتواند تا دو هفته بدون آب و حتی بیشتر بدون غذا باقی بماند. پاهای پهنه آن از فرو رفتن در عمق شن و ماسه جلوگیری می کند. با فکهای قوی آنها می توانند گیاهان خاردار کویری بخورند. موجه های بلند مانع از ماسه در چشم آنها می شوند. حتی میتواند سوراخهای بینی خود را ببندد تا شن به آن وارد نشود. پولوها شبها از بیابان عبور میکردند زیرا روزها خیلی گرم بود. توفانهای شن و ماسه گوبی میتواند به راحتی مسافران را بکشد. تقریبا هر روز یک بار آنها برای استراحت و خرید لوازم بیشتر در واحه ها توقف میکردند. واحه محلی است در بیابان با چشمه ای از آب زیرزمینی. روستاهای های کوچکی در اطراف واحه های گوبی تشکیل شده بودند. مارکو صداهای عجیبی را در صحرا میشنید که به نظر می رسید مردم راه پیمایی می کنند. صحبت می کنند و تبل می زند. طبق افسانه ها این ارتش ارواح بود. بعضی اوقات مردمی که به دنبال ارواح میگشتند گم میشدند و میمردند این صداها در اثر وزش باد شدید و در برخورد با ماسه ها ایجاد میشدند عبور از 600 مایل صحرای گوبی یک ماه طول کشید به کوبلای خان در کاخ خود در شهر شانگتو گزارش شد که ها در حال بازگشت هستند. شانکتو در استان هبی در چین امروزی است. وی راهنماهایی را برای آوردن آنها به قصرش فرستاد مارکو پس از یک سفر طولانی بسیار کنجکاف بود تا رهبر مقتدر مغول که اینقدر درباره او شنیده بود را ببیند چند روز بعد پلوها به کاخ شانگتو رسیدند. مارکو پس از سه سال و نیم سفر سرانجام با کوبلای خان ملاقات کرد. مارکو نوشت که به دلیل ورود آنها به بارگاه همه بسیار خوشحال شدند و مورد توجه ای قرار گرفتند. خان از نامه و هدایای پاپ خوشحال شد. او از دیدن پله ها خوشحال شده بود و از اینکه هیچ کشیشی با او نیامده بود عصبانی نبود. مارکو در آن زمان 21 ساله بود. خان تقریبا سه برابر سن او را داشت. مارکو در توصیف خان گفت که او چشمانی سیاه، پوستی کمرنگ و قد متوسطی داشت. او از دیدن ثروت و قصرهای خان بسیار شگفت زده شده بود. کاخ تابستانی خان در شانگتو از سنگ مرمر سفید ساخته شده و با طلا این شده بود. به علاوه کاخ با دیواری 16 مایلی احاطه شده بود. در داخل دیوارها باخای زیبایی وجود داشت که ده هزار اسب سفید در آنها چرا می کردند. کوبلای با اسب خود در اطراف چراگاه میچرخید در حالی که به دنبال او اسب دیگری با یک پلنگ اهلی حرکت می کرد. در طول زمستان خان در قصر دیگری زندگی می کرد. این مکان درست در شمال پکن کنونی واقع شده که امروز پایتخت جمهوری خلق چین است. ها از کاخ زمستانی نیز بازدید کردند. اتاقهای آن با مجسمه های طلایی و نقاشی‌های های اجده ها، جانوران و شوالیه ها و پرندگان تزئین شده بود. اتاق غذاخوری آن برای پذیرایی شش هزار مهمان کافی و بزرگ بود. این چیزی است که مارکو گفت. اتاقهای دیگر شامل گنجینه های غنی بود که هیچ کس به جز خان اجازه دیدن آنها را نداشت. در اطراف کاخ یک پارک زیبا وجود داشت که پر از گوز، غزال و حیوانات دیگر بود. کوبلای هر وقت درخت جالبی را در امپراتوری خود میدید آن را به این پارک می آورد و می کاشت. دیوارهایی به طول چندین مایل با برچهای محافظ اطراف این کاخ را احاطه کرده بودند. بزرگترین دروازه دیوار فقط برای عبور خود خان باز می شد. کوبلای هر بهار به یک سفر جهت شکار می رفت. او خودش شکار نمی کرد. خادمان او در حالی که او از یک چادر بزرگ تماشا می کرد شکار را انجام می دادند. مارکو گفت که پنج هزار سگ شکاری و ده هزار شاهین برای مراسم شکار وجود داشتند. گوشبازان مربیان شاهین ها بودند که با رها کردن آنها حیوانات دیگر را شکار می کردند. کوبلای خان همه کارها را به شکلی بزرگ انجام می داد. حتی خانوادش بسیار بزرگ بودند. وی چهار زن اصلی و چهل و هفت پسر داشت. هیچ کس نمی داند چند دختر داشته است. همسر مورد علاقه او چابی نام داشت. او به خان کمک کرد تا آداب و رسوم مردمی را که بر آنها حکومت می کردند درک کند تا رهبر بهتری باشد. در زمان ملاقات مارکو با کوبلای پانزده سال حاکم امپراتوری مغول بود. البته خانهای دیگری هم در آسیا وجود داشتند اما کوبلای رئیس همه آنها بود. کوبلای برخراف بیشتر جنگجویان سعی نکرد مردم کشورهای فتح شده را مجبور به تغییر دین کند. در واقع او درست برعکس عمل کرد. وی به رهبران ادیان مختلف گفت که دین آنها مورد علاقه وی است. این آنها را خوشحال می کرد. بنابراین سعی نکردند که او را سرنگون کند. کوبلای خان تعالیم ایسا و بودارا مطالعه می کرد. وی مسلمانان را برای کار در دولت خود استخدام می کرد. وی همچنین به نظریات فیلسوف چینی به نام کنفوسیوس که در سال 551 پیش از میلاد متولد شد احترام می گذاشت. کنفوسیوس می گفت که با مردم طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود. وی همچنین توصیه می کرد که همه باید تحصیل کنند، نه فقط افراد ثروتمند. در آن زمان این ایده بسیار غیر معمول بود. پدر بزرگ کوبلای خان چنگیز قبلا شمال چین را فتح کرده بود. در سال 1279 چهل سال پس از ورود پلوها کوبلای جنوب چین را فتح کرد. این بزرگترین پیروزی نظامی او بود. کوبلای با مالیات گرفتن از شهرهای ثروتمند جنوب چین و دیگر سرزمین های جدید حتی ثروتمندتر هم شد. مارکو او را قدرتمندترین انسانها در کشور گشایی و کسب ثروت جهان میدانست. حتی اگر کوبلای در این راه انسانهای زیادی را به قتل رسانده بود و سرزمین آنها را تصرف کرده بود، مارکو فکر می کرد که او یک حاکم عدل است. وقتی کشاورزان محصول بدی داشتند مجبور به پرداخت مالیات نبودند افراد گرسنه با ذرت گندم برنج و سایر غلات ذخیره شده به صورت رایگان تقذیه میشدند مارکو نوشت که کوبلای خان عادل ترین و داناترین حاکم زمان خود بود و شخصیتی تأثیر گذار در تمام تاریخ است. چنگیز خان پدر بزرگ کوبلای بود. او یکی از ماهرترین و ترسناکترین رهبران نظامی در جهان بود. در سال 1206 او اشایر مغول را به یک ارتش متحد تبدیل کرد. یک سال بعد او را در اولین حمله های خونین قبایل اطراف را شکست داد. در طی 50 سال ارتش او دو سوم آسیا را فتح کرد. امپراتوری بزرگ او شامل بخشهایی از روسیه، عراق، ایران، افغانستان و چین شمالی است. جنگ های او بیرحمانه و قوانین او سخت گیرانه بود. پس از مرگ وی دیگر خانها سرزمین های فتح شده را تصرف کردند. در واقع کوبلای خان یکی از آن حاکمان بود. کوبلای خان مارکو را دوست داشت. زیرا باهوش و سرگرم کننده بود. به گفته مارکو، طی 17 سال آینده وی برای انجام های مختلف به مناطق مختلف امپراتوری مغل اعزام شد. مارکو هرگز دقیقا نگفت آنچه خان در هر یک از ها از او خواسته است. اما او گفته که همیشه کارها را به خوبی انجام داده است. به نظر می رسد بخشی از شغل او در اطراف جاسوسی کردن بود. بعد از هر مأموریت وی گزارشی از آن چند انجام داده و دیده بود را به خان می داد. این گزارش های پرهیجان کوبلای را سرگرم می کرد. آنها بسیار جالبتر از واقعیت های خوش که گزارش شده توسط سایر افراد خان بودند. مارکو هنگام سفر یادداشت برداری می کرد. او داستانهای جالبی را از سرزمینهای دور به بارگاه کوبلای می آورد. وی نوشت که سعی کرده است دانش هر چیزی را که احتمالا مورد توجه خانه است جمع وری کند. به نظر می رسید، مارکو آینده روشنی در کار برای کوبلای خان دارد. داستانهای مارکو خوانندگان مدرنا به هیچ وجه راضی نمی کند. اما مردم در آن زمان به سبک رسمی تری گزارشات و سفرنامه های خود را می نوشتند. مثلا در روایتی مارکو نوشت روزی ماری از ایمول جوسه پانزده فوتی را مشاهده کرد. وی گفت که پاهایش هر کدام سه انگشت دارد و فکهایی که می تواند راحتی یک نفر را ببلعد. معلوم شد که این موجود یک تمساه بوده است. مارکو پیش از این هر یک زغال سنگ را ندیده بود. او از دیدن افرادی که سنگ‌های سیاه را می‌سوزانند متعجب شد. مغول ها یکی از اولین سیستم های سریع ارسال نامه را داشتند. مارکو تحت تاثیر این سیستم ارسال سریع کوبلای خان برای ارسال پیام قرار گرفت. ده هزار ایستگاه با فاصله سی مایل از هم در راه های اصلی در سرتاسر سر سرزمین سر های کوبلای خان وجود داشت. بنابراین یک پیامرسان می توانست در یک ایستگاه استراحت کند. یک اسب جدید دریافت کند و به مسیر ادامه دهد. پیامرسانان اخبار را از مرکز به مناطق اطراف منتقل می کردند. مقلها برخی از شهرهایی را که مارکو از آنها بازدید کرده بود را نابود کرده بودند. بسیاری از روستاهای منطقه تبت زمانی زیبا بودند. اما وقتی مارکو به آنجا رسید، مردم دیگر از بین رفته بودند. فقط ببرها و سایر حیوانات وحشی در این ویرانه ها پرسه می سدند. و این امر آن را بسیار خطرناک می کرد. مارکو برای اولین بار در چین پول کاغذی را دید. بیش از هزار سال قبل از ورود مارکو کاغذ در حدود سال 105 میلادی در چین اختراع شده بود. در ابتدا برای تهیه آن از تکه های پارچه، کنف و علف استفاده می شود. این طور که آنها را می جوشاندند تا له شوند. سپس آنها را صاف و خشک می کردند. بعدا کاغذ از پوست درخت تهیه شد. مارکو نوشت که پول کاغذی از پوست درخت درخت توت که برگهای آن غذای کرمه ابریشم است تهیه میشد هرچه اندازه پول کاغذ بزرگتر باشد ارزش آن بیشتر است در بیشتر اروپا مردم در زمان مارکون نمیدانستند حتی چگونه کاغذ درست کنند آنها تا سال 1600 پول کاغذی نداشتند. مارکو به این نتیجه رسید که پول کاغذی از سکه های سنگین در خانه بهتر است. به جای کاغذ، اروپایی ها کتابها را از پارچه یا پوست تهیه می و یا از پوست حیواناتی مانند گوسفند، گوساله، خوک یا بوز برای نوشتن استفاده می کردند. ساختان سختتر و گرانتر از کاغذ بود چینیها ها کلیشه های چوبی از حروف یا علایم تهیه می کردند و با آغشته کردن آنها به رنگ و فشار دادن روی کاغذ نخشه های زیبا را ایجاد می کردند. چاپ کلیشه های چوبی سریعتر از نوشتن با دست بود اما هنوز هم یک راه کند برای تهیه و نوشتن کتاب بود. در این سبک طرحی که روی کاغذ کشیده شده بود ابتدا روی چوب گلابی تراشیده میشد سپس یک قالب فلزی برای آن تهیه میشد کلیشه روی مرکب قرار میگرفت و با فشار روی کاغذ گذاشته میشد در چین مارکو روزی از بلندترین صدای انفجاری که تا آن زمان شنیده بود وحشت زده و متعجب شد آن صدای انفجار باروت بود قرنها بیش چینی ها باروت را اختراع کرده بودند اما اروپایی ها از آن چیزی نمیدانستند. در اواسط سالهای 1200 یک انگلیسی به نام راجر بیکن احتمالاً پس از بررسی یک فشفشه چینی نحوه ساخت باروت را فهمید. اولین اسلحه شناخته شده در سال 1288 در چین ساخته شد. این اسلحه ها در اوایل سال 1314 در اروپا هم مورد استفاده قرار گرفت.